سلام به همگی، بالاخره انتظارا به پایان رسید و آلبوم گوزن علی سورنا اومد. یو سلام، روحام هستم. سلام سهراب هستم. خوش اومدید به پرشین رپ ریاکشن رفقای عزیز. امیدوارم هر چی که هستید حالتون خوب باشه. اگه تا الان ما رو ندیده بودید الان میخواین تماشا کنید، سابسکرایب فراموش نشه. بعد سابسکرایب یک کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون ثبت بشه. یکی دو تا لایک رندوم هم بزنید که دیگه نایسه. خب آقا، علی سورنا عزیز امروز اینجا داریم با آلبوم گوز. میریم ترک اول. دم تیم گرم، یعنی نجوای عزیز، شمرونی عزیز و سعید دهقان عزیز و بچه های گرافیستی که کارهای کاورا رو انجام دادن و خود علی سورنا چون کاورا واقعا داره انگار یک داستانی رو نشون میده. ترتیبش این بود، درست میگم؟ این بود اولی، یکه دیگه فکر کنم اولی این بود که بریم که داشته باشیم. چهار دقیقه دست نگیر زمان لده. همچنین نشستم پشت عرابه مرگم، شلاقم از جنس آتیش شده، هم پر از سرب از آهن اسبم، با درد که بی انتها شدید شلاق پر از سرب از آهن اسبم. نه اشتباه، من نشستم پشت عرابه مرگم، شلاقم از جنس آتیش شده، هم پر با آتیش داشت میزد پر از سرب از آهن اسبم، جاده ها پر از سرب. آره این خیلی معنی دارتر، سرب سم انقدر داره میکوبه سری بره، سرب سمش داره پر میشه تو جاده. با درد که بی انتها شدیده، یه بیراه از تو جاده ها رمیده بود، دستمو کردم تو سیاهی، فهمیدم مرز بین دیدن و بلعیدن پدیده رو، تا بوفالوها گذشتن از کنارم، این بیراه های پر از سنگ و لاخ، شکستن استخون چرخ عرابه رو، اما ادامه میداد اسب آهنی، لخت لخت جون هوای کدر، زرد زرد نور بعد به تنفس جرم، آبشار خون روریه یه ترکیده یه زمین، سرنگون گذشت تا تالار اول، بازار پرچم آب و کارزار و خطر و تباهی، خوچ خوک و میدرید پوچ و سخون مرده ها، زیر سم اسبم خورد میشو در کنار، خوک های زیر دست ها رو چفت شا، میریزن عشق سوک بالا سر کشته ها، افسار کشیدم سرعتم شکم، شیحه رو شنیدن و زل زدن به من، افسار کشیدم سرعتم کم، شیحه رو شنیدن. حاجی چه تصویر سازی، چرا لنگ قافیه نمیشه هیچ وقت؟ همون چیزی که میخواد بگه است، شاید قشنگتر، حتی قشنگتر. قشنگ داره یک جهنم رو به رخ میکشه، یک جایی که آتیش تاریک، اسبش داره میدوه. چه تصویر سازی دارکی، خیلی دارکه، رو عرابه مرگشه. من الان تو ذهنم یک ویوی اینجوری دارم میبینم که اسبش اینجا تو جاده داره میدوه. من دارم میبینم قشنگ، همین من دارم اینو میبینم قشنگ. یه دونه بود فیلم بود، گوست رایدر فکر کنم، روح سوار، فارسیش این آره دیدار من میشه، گوست رایدر، رو هر چیزی می نشست آتیشی و آهنی و سربی و اینجوری میشه، اونو دارم میبینم قشنگ. پشمام یه تیکه هم کشم، خوک های زیر دست ها رو جفت شا، میریزن عشق سوک بالا سر کشته ها، افسار کشیدم سرعتم شکم، شیحه رو شنیدن و زل زدن به من، حمله میکنن به هم، گیر میکنم تو شن، میزنم شلاق و میکنم هی عراب در نمی یا فورو میرم بینش. چرا اسلو موشن شد؟ فلو عوض کرد چون بیده نزدیک شد خر رو خر، تا در اومد از تو چاله، از به آهنی به سمت تالار دوم گله. اون تازه تالار اول بود. چه چیزی تالار داره؟
چه قصه تالار داره؟ تالار یک تالار جهنم که طبقه داره. میشه تالار هم باشه؟ ربطی نره، میتونه هر دیدی باشه، هر دیدگاهی باشه. مثلا هفت شهر عشق رو عطار گشت، خب اون شاید براش شهر بود، این به تالار مثلا چیز کرده. میتونه تالار هم باشه. طبقه رو یکی میگه تالار، یکی میگه طبقه، یکی میگه بحث طرز فکر. حاجی بری، من جالب شد دارم. گرازای گنگ همون تالار زندگی که با سای پر شد، نفس کشیدیم دالان جرم، راه و بسته صخره گله حاضره به حمله. دالان جرمه بازا دست دست بعد فریاد هر کرد، اون تالار زندگی که با سای پر شد نفس. قبلی تالار زندگی بود که با سایه پر شد. آها میتونی داره چی میگه؟ شاید داره هفتا چیزو میخواد بگه. هفتا چیز هست. طمع نه طمع و فلان. تالار اول زندگی بود. زندگی بود، بعد اونا طمع و اینا بود، این جرم تالار دوم. جرم توش نداشت اون چیزی که میگی. ترس و حسرت و اینا بود. چیز سوی مایه بود هفتش. جرم و راه و بسته صخره گله حاضره به حمله، گرازا دست دست بعد فریاد حرکت، میزنن به گرد راه تو خط صاف، با شعار جنگ تا افتخار، جنگ جنگ خون خط صاف، سنگ از تو صخره میشد برتاب، لنگ لنگ گرازا به پیش، اونا حتی ندیدن اطرافشونو، گرازا ندیدن کجا میرن، اونقدر غرق بودن که حتی سوالی نموند، دونه دونه میخوردن تو صخره، صخره ها ریختن اما گرازی نمون، رسید به تالار سوم، تالار عشق بدون چشم. زندگی جرم عشق بدون چشم، که پاره آشلاش آواز سهر میخونده، فریاد کشیدم به پیش بی نقاب، اسبم پاشو کشید روی خاک، ادامه رو پیاده میرم، پشتم گلای مرد پیش گیر خاک، پاشو کشید به خاک، اسب وایساده اینجا پاشو میکشه، چرا بقیه شو داره ادامه میره، پیاده میره، اسبش وایساد دیگه نمیاد، باش دشمن شده، باش دشمن نشد دیگه، نداره جلوتر بیاد، جرعتشو نره اسبه جلوتر. بگی شغال شغال دیدی یه جایی میری دیگه، از یه خط رد میشی، دو خط رد میشی، دیگه اون همراهت دیگه همراهیت نمی کنه، اسبی که شاید چیزی زیاد درک نکنه دیگه همراهیش نمی کنه، مجبور پیاده بره. هشمام بقیه راه تو کاوراش هم پیاده است توی سری از سنها. هشمام بعد کاوراش قشنگ اگه دقت کرده باشیم بچه ها داستانیه، جوریه که یه آدم کوله پشتی داره مثلا میره تو دشت، میره تو روپل رد میشه. بریم آجی. فریاد کشیدم به پیش بی نقاب، اسبم پاشو کشید روی خاک، ادامه رو پیاده میرم، پشتم گلای مرد پیش گیر خار، بعید این مهیب جا بشه اصلا، تو کلمه ها چاکش رنجن، تو کل این تابش دستم، وقتی که رسیدن ارضا بشه تنزن، اما با این همه از خود پرد کام از سوزی تو رو خوب میشناسم، بدون این تابش دستم، وقتی که رسیدن ارضا بشه تنزن، اما با این همه از خود پرد کام از سوزی تو رو خوب میشناسم، بدون تو جسارت میخوای من رو ورم داد تا لباسم بیفته، انگار افتادم من از لباسش داشت میفتن پرچام، من رو ورم داد لباس گرفته شد، من الان بذار چرا که اول بیستا و دست بیدارم، من هم باید بیستا عزیزه، یعنی یه جوری گفت پارسال که دارم تکس میگم کمر خودم زیر شعرام شکسته، انقدر که تکسام سنگینه بچه، من هیچ وقت فکرشو نمی کردم که اگه برای این تو پیج هستی اول، اگه برای این مدت ها بود اینجوری لیریکال نبود داستان و بچه ها میگودن چرا انقدر باز نمی کنه ترک ها رو باید در نظر بگیم بچه، اگه تو این پیج هستین مثال که تمام نکته ها گرفته بشه تو فرست ریاکشن اول نمیشه انقدر مفهومیه، ولی تمام تلاشمونو داریم میکنیم تا میتونیم نکته بگیریم، نکته ای ما نگرفتیم حتما کامنت کنید، بقیه دوستایی که هستن تو پیج و بیلاخ گنگی عزیز متوجه شن ببینیم داستان چیه. دم همتون گرم. بریم دادش. از خود گرگام از سوسک تو رو خوب میشناسم. چرا گفت من از خود گرگام سوسک تو رو خوب میشناسم؟
من سوسکم، من فقط سوسکم. نه دیگر یعنی؟ نه فکر نکنم، چون دیگر و دیگانم ما هم اوکی هن و فکر نکنم. نه. فکر نکنم بچه ها اینو میخواستم بگم که رد کنیم. شاید یک گریزی زده باشه به همون آدم ها رو داره میگه من گرگم، چون دیگر منظور از سوسک آدم ها بود توی کارش. شاید یک بچه نیست، پس این نیست، چنده اینو ندیم بهتر. البته تا جایی که ما برداشت کرد. خب بدون تو جسارت میخوشه من آورم داد تا لباسم بیفته، انگار افتادم از ارتفاع، چشامو باز کردم معلقم تو هوا، نمیدونم تا کجا قراره ادامه بدم به این استراب، عشق بوسه خون بود این تالار تارک لوپ سقوطه، واسه ادامه جنگ رسید از به آهنی و عرابه ی مرگ، قرق تو تباهی معلق بی فردا، من نشستم پشت عرابه ی مرگم، شلاغم از جنس آتیش، جاده ها پر از سر و زاهن اسبم، با درد که بی انتها شدیده به بیراحت جاده ها رمیده بود، دستمو کردم تو سیاهی فهمیدم مرز بین دیدن و بلیدن قدیده رو. ببین ترک اول میشوند دو صندلی میده تا آخر آلبوم برو، من تا صبح میشینم این آلبوم باید تمام بشه، من چون من فقط باید اینو گوش بدم، نمیتونم پایتم نمیتونم این منتظر بمونم تا بچه ها. ما آلبومو خریدیم، اونایی که حالا توانشو دارن سعی کنن از آرتیست حمایت کنن و اونایی که میتونن حتما آلبومو خریداری کنن، اونایی که نمیتونن سر کنن از پلتفرمایی که برای آرتیست یک چیزی داره مثل اسپاتیفای و پلتفرمای دیگه یوتیوب و اینا حتما پلی بدن که حمایت بشه از آرتیست. چون واقعا تلاش کردن تیم علی سورنا، زحمت کشیدن که همیشه خروجی داشتن با ترک اول. شما حساب کن یه آلبوم ایبدای جتاییه چند تا. حالا یه نکته کلی بگم از ترک اول. بچه من جدیدن خیلی از نکته ها رو میذارم آخرهای ویدیو میگم که اونایی که تا آخر با ما همراهن بیشتر اینا رو داشته باشن. عرابش مرگ بود و این مرگ کمکش کرد که از زندگی بگذره، از جرم بگذره و از عشق هم بگذره. به عشق رسید، به عشق رسید. ببین عشق یه لوپه، یک سری از افتادن. خب بعد میافتادنش هم عشقه پس تو کاور. آره دیگه، از اون تالار عشق داره میافته، هی لوپه، هی دور برمیگره دور میافته، لوپ یعنی تکرار، برمیگره دور میافته دور میافته. و آخرش گفت عرابه اومده دور من نجات بده بریم بتازیم دوباره. جالبه اون مرگی که قرار بود همراد نباشه اون داره کمکش میکنه از یه جاهایی رد بشه. خیلی خب این هم از ترک اول از آلبوم علی سورنا نوید از پیج بیرون که قرار پشت سر هم بیاد ریاکشن ها تا جایی که بتونیم جان در توان داشته باشیم این کار انجام میدیم. و این که لایک و سابسکرایب فراموش نشه، خیلی دوستتون داریم، جاتون تو قلب ماست. هشتگ بیلاخ گنگ فراموش نشه، هر جا هستین بذارین تو هر فضای مجازی. آره پستی میذارین و مرتبط به رپ هستش، هشتگ بیلاخ گنگ فراموش نشه. که اینجوری اگه سرچ کردن هشتگ بیلاخ گنگ پیداتون کنم و با هم کانکشیم و خانواده بزرگ و بزرگتر از قبل بشه. خیلی دوستتون داریم تا درود دیگر. عشقید یا علی.